باری سخن از شهید راه عدالت اجتماعی، سخن از اولین قربانی ملت افغانستان در راه مبارزه با تروریسم بین المللی است. سخن از شهید وحدت ملی، رهبر فقید حزب وحدت اسلامی افغانستان استاد مزاری است. جای نهایت افتخار و عزت است و جای نهایت خوشی و مسرت است که ما مردم افغانستان آگاهانه با تفکر خاطره شهدای وطن خود با خود داریم و سادت برایشان دیدیم. ملتهایی که گذشتگان قهرمان خود را احترام میکنند بدون شک قلمهای استوار به طرف آینده در حرکت به آینده رفع و آرام و با عزت نیز میگذارند، چون یاد گذشتگان اهلان ما، یاد شهدای ما، داشتن پندی از گذشته و اقدامی برای آینده همشتر آرامتر و بهتر. 11 سال قبل از امروز درخت تنومند دیگری از کاروان جهاد و مقاومت افغانستان به خون زد. 11 سال قبل از امروز ملت شجاع متدین افغانستان شاهد شهادت فرزند دیگری از مکتب جهاد و مقاومت در افغانستان بود. این درخت تنومند این بار مزاری شهید بود. 11 سال قبل از امروز در لحظاتی که هنوز این ملت با خواسته افغانستان و وجود قهرمان بزرگ این سرزمین من جمله استاد مزاری شهید نیاز اساسی و ناپرن داشتند، اما با دریغ و افسوس ناپهنگان این شخصیت عزیز دیگر خود را نیز از دست دادند. یاد و یاد بود از شخصیت‌های بزرگ تاریخ افغانستان، در واقع یاد از مقاصد تاریخی و اسلامی و ملی سرزمین و حق گذاشتن به شخصیت‌های تاریخ‌ساز سرزمین هست. از سوی دیگر یاد بود از مناسبت‌های بزرگ علامت نضج فرهنگی و پختگی شعور سیاسی شما ملت بزرگ افغانستان را به نمایش می‌گذارد. من صمیمانه تشکر می‌کنم از همه دستندرکاران این مناسبت که یک بار دیگر این فرهنگ بلند ملت افغانستان را به نمایش گذاشتند. استاد مزاری رمز بزرگ پیروزی ملت
و عاشق پیوند و اتصال و برادری و دوستی میان اقوام ساکن کشور بود. گاهی فکر کردیم که چرا به سوگواری نشستیم، گاهی فکر کردیم که چرا بزرگان خود را از دست دادیم، گاهی فکر کردیم که چی عوامل باعث نشست امروزی گاهی فکر کردیم که اینها چطور شهید شدند و دست کی شهید شدند. با یقین کامل و بدون هیچ گونه شک گواهی اطمینان که این شهدای ما به دست مستقیم خارجی یا به دست غیر مستقیم خارجی شهید مزاری و امر مستقیم خارجی و شاید هم به دست مستقیم خارجی و یا عمال چون که هموطن خود را از هر طرف که نگاه کنیم، از هر طرف که به گذشته خود نگاه کنیم، در مصیبت افغانستان، در شهادت مردم ما، در شهادت مجاهدین ما، در شهادت بزرگان ما دست خارجی شد. در تباهی کشور ما، در تباهی خاک ما، در تباهی اولاد کشور دست خارجی شد و دست خارجی بود. همه شاهدیم که فریاد عدالت خواهی مزاری هم در دوران جهان هم بعد از دوران جهان تا آخرین نفس هایی را که ویل کشید بلند همه شاهد از این بوده که شهادت مزاری به نحوی صورت گرفت، در شرایط صورت گرفته، گروه های جهل و جور برخواسته از بیرون مرزهای افغانستان بار دیگر به فرمایش جناب رئیس جمهور افغانستان به صورت پنهان به قصد اشغال افغانستان وارد شدند. ولی دوستان، برادران و خواهران، فصل جدیدی که ما گام به گام پیش میریم مواجه با چالش ها و خطرات است. چالش ها و خطرات پیش روی ما هر روز آفریده می شود و فصل جدید ما را، فصل نو ما را تهدید می نماید. این ما مردم افغانستان هستیم، این ما ملت افغانستان هستیم که با همدلی ملی، با وحدت و برادری این چالش ها را از سر راه خود برداریم و این موانع و خطرها را برطرف نماییم. ما شاهدیم که هر روز در گوشه گوشه کشور ما غائله های ایجاد می نمایند و هر روز آفت های را ایجاد می نماید و این ما هستیم که در برابر این چالش ها و موانع و خطرها باید با همدلی و وحدت پیش بریم و بیستیم و همه ترها و ترفندهای دشمنان عزت و سربلندی افغانستان را خونسا نماییم. مزاری جلوه بزرگی از عشق بود که یاد دلاویزش جوهر پایداری آزادگان است و نام عشق انگیزش صحبای هستی بخش دلدادگان. فریاد سرخ مزاری چون سور اسرافیل رستاخیزی از اسطوره و حماسه برانگیخت و شالوده ظلم و ستم طالبانیزم و تروریزم را در هم ریخت و از نفس معطرش عطر تکبیر برخاست و در عرش اعلا و مشام جانها پیچید. از خون او درخت مقاومت جان گرفت و بارور شد.